سیل در کشور ما پدیده جدیدی نیست، اما چرا امروز تبدیل به بحرانی بزرگ شده است؟ شهرهای سیل زده قربانی بلایای طبیعی شدند یا گرفتار بی‌توجهی مسئولان و سیاست‌گذاری‌هایشان؟ آقلا و مردمانش پس از گنبد کاووس دومین قربانیان سیلاب اخیر بودند. عامل اصلی سیل سد وشنگیر اعلام شد، چرا که ظرفیت مخزن به علت رسوب کاهش پیدا کرده بود و با وجود هشدارهای پی در پی سازمان هواشناسی درباره بارش شدید باران دریچه های سد باز نشد. در این میان نبود استاندار گلستان در اوج بحران سیل خبرساز و منجر به برکناری وی شد. هرچند انتقادات جدی به شیوه مدیریتی منافع هاشمی وجود دارد، اما اخیراً نامه‌هایی با امضای وی به دست اسکان نیوز رسیده است. در این نامه‌ها هاشمی هشدار داده بود ظرفیت سد وشنگیر به دلیل رسوب به کمتر از 50% کاهش پیدا کرده. او این مسئله را خطرناک و ضرورت لایروبی سد را یادآور شده بود. این نامه‌ها در آبان و بهمن سال 1396 و خرداد ماه 1397 خطاب به رضا اردکانیان، وزیر نیرو، و سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نوشته شده بود، اما پاسخی از سوی این دو وزارتخانه دریافت نشد. رونوشت این نامه‌ها به دو نماینده گرگان و آقلا نیز فرستاده شده، اما مستنداتی دال بر پیگیری آنها برای این مسئله وجود ندارد. این همه ماجرا نیست. حدود دو ماه پیش از سیل گلستان، نوربخش داداشی، مدیر کل هواشناسی استان، در نامه‌ای خطاب به احمدی، معاون هماهنگی و پیگیری امور استان‌های دفتر ریاست جمهوری، تأکید کرده بود که استان گلستان بخش عمده اطلاعات خود را درباره سیلاب‌ها از رادار هواشناسی امیرآباد مازندران دریافت می‌کند و امکان دریافت اطلاعات برای شرق استان که عمده سیلاب‌ها در آن پهنه به وقوع می‌پیوندد، میسر نیست. به همین دلیل نصب و راه اندازی رادار هواشناسی را به عنوان یکی از مسببات سفر رئیس جمهوری پیشنهاد داده بود. با اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با این درخواست موافقت کرد، اما این نامه نیز پیگیری نشد. شاید خوشسالی طولانی مدت سالهای اخیر خاطره ها را از سیلاب‌هایی که در گذشته رخ می‌داد محو کرده است، اما تنها بی‌توجهی به هشدارها می‌تواند یک اتفاق را تبدیل به فاجعه کند. در این میان ورود دستگاه قضایی و برخورد با متخلفان می‌تواند از تکرار وقوع چنین رخدادهایی در آینده جلوگیری کند.